بریم یه گل بخریم و بریم به مزار و خانه ابدی استاد احمد ظاهر. Hey, what's up? My name is PXPY. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوبی من. بچه‌ها در اینجا این خانم گزارشگر بسیار خوب و زیبا که اجرا میکنه، یعنی مجریگری میکنه و گل خریده، میخواد بره خانه احمد ظاهر، مقبره احمد ظاهر، خانه ابدی احمد ظاهر با هم دیگه ببینیم. بریم که دلمون غوغا بشه. خب دوست عزیز، گلم آماده شد، بیاین بخیر بریم طرف شهدای سالین بر سر مزار احمد ظاهر. آخه احسن به این شخصیت این خانوم که همچین احترامی رو گذاشته به اسطوره موسیقی فارسی زبان الماس شرق و ناامنیت و این گیرهایی که طالبان میدن نسبت به احمد ظاهر به جان خرید و داره میره اونجا. بریم ادامه. هیچی میگه تاکسی رو گرفت. اوه بچه، مقبره احمد ظاهر توی کدوم شهر؟ کابل یا هرات؟ کابل باید باشه دیگه، درسته؟ کابله. ای جان چه صفایی. خانوم هم بچه ها نمیدونم حالا این ویدیو رو توی چه دوره گرفته، توی دوران اگه طالبان باشه. خب طالبان فکر کنم خیلی گیر میدن نسبت به حجاب خانوم ها، یعنی مثلا این خانوم که شال فقط مانتو پوشیده، نمیدونم الان و قبلا که خیلی آزادی بود، الان توی بعد دوره طالبان چجوری پوشش. من احساس کردم اول اینکه توی خیابونا گزارش یکی میگرفت خانوم اصلا نمیدیدم، اگرم میدیدم خیلی بسیار پوشیده بودن و این لباس خیلی آزادی پوشیده، یعنی در این حد هم آزادی دادن طالبا واسه خانم‌ها یا نه. خوشا به سعادتت که رفتی و دیدی. اوه درو پیکرم گذاشتن واسه استادم از ظاهر. اوه براو، احسن در گذاشتن، قفل گذاشتن، مثلا هر کسی هر زمان نمیتونه بره اونجا، یک مزاحمت ایجاد کنه، خرابی به بار بیاره، بچه ها خب دیدی خراب کنن، یهو میرن سنگ میزنن، میکنن، گل میکنن، فلان میکنن، کرکسیف میکنن، اصلا که این در رو پیکر گذاشتن. خدا همینجا فاتحه طلب میکنم برای شادی روح احمد ظاهر، همینجا فاتحه طلب میکنم. بخونید همینجا، صبر میکنید بچه 20 ثانیه فقط تمرکز کنید واسه فاتحه به احمد ظاهر، شادی احمد ظاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا روحش رو شاد بگردم. دفتر رو نگاه کن. چقدرم این سنگ قبرش دقیقا میخوره به احمد ظاهر، سنگ قبر هنری، دفتر شعر. احمد ظاهر چه خانم خوش چهره ام، خدای حفظش کنه، خدا حفظش کنه. براوا که این همچین آدمای هنوز هستن که احترام میگذارن به هنرمندان، به بزرگای کشور. بچه ها قدرشناسن، قدرشونو میدونن. بچه ها در آرامگاه احمد ظاهر هستیم، سلطان صدا، و خوشبختانه که از علاقمندان شب با خود داریم که آمدن اینا هم به خاطر دیدن زیارت احمد ظاهر. سلام. او پای مسافر یکی از دوستداران احمد ظاهره، پس ایشون هم معلومه که مسافر هستن و فقط برای دیدن احمد ظاهر اومده، و چقدر خوب که ایشونو گرفت و ازش مصاحبه کرد. چه مخبره قشنگی بچه. خسته نباشین. زنده باشین. چه ما خسته نباشین. قربانتان. خدا معرفی کنین مادر جان. نام من محمود اکیمیست، من خودم قابل هستم و از جمله دوستدارای آواز احمد ظاهر هستم. اینجا آمدیم. قابله؟ بچه گفت من قابله هستم. خب ما توی ایران قابله به کسی میگیم که
یعنی زنان حامله رو به شکمشون میشکاف و بچه رو بداری. قابل یعنی کسی بچه رو به دنیا میاره. حال نمیدونم توی افغانستان به چه معنایی. اینو حتما به من بگی. چون امروز ده سالگردش اومدیم که زیارت کنم، پس میرم. هر سال میام ده افغانستان که باشم هر سال میام. خیر 24 جوزا کشت صبح که میایم اینه اینجا. خیر 24 جوزا قانون سالای افغانستان هم پس به حالت قمریه بچه ها. پس من فکر میکردم حالا رو حالت شمسی و میلادی باشه و مثل یک قمریه بچه ها حساب میکنم. از این لحاظ ها خیلی افغانستان رو حالت ادبی قدیمی مونده. اونای سابق احمدزایی رو میشناسیم؟ والا من بسیار خرد بودم، تقریبا یک 7 سال 8 ساله بودم که احمدزایی رو خانه ما در کوتی سنگی بود. این رو من در چی بیدیدم؟ یکان دفعه میامد در اینجا موتر خود استاد میکرد، یک موتر فلکس سرخ داشت. آخ قشنگ فلکس سرخ. خوشا به سعادتت که احمدزایی رو دیدی و احسنت به شخصیت و مرام و معرفتت که بعد از این همه سال، بعد از 46 سال میای به دیدن. عهدتو نشکست. اون موج استاد میشدم کل مردم تهران احمدزایی رو احمدزایی رو ما موج استاد میشدم سیل میکردم. باز خوشحال خوشحال آخه خدا حفظت. باز میرفتم خانه بیدم ما امروز احمدزایی رو دیدیم. آخه خدا حفظت کنه. خدا حفظ کنه همچین انسانای خوب و مهربانی رو. وقتی از مرگش خبر شده مرگش که خبر شده آخ از مرگش خبردار. پس زمان فوتش هم بوده. مثلا که 6 یا 7 مکتب بودم در لیسه سوریا بودم. امروز کل مردم خبر شدن که احمدزایی مرده. از دیوالای مکتب خود انداختیم تا همی شهدار در پای آمدیم پشت جنازه احمدزایی. بسیار خورد دختر بودم. از اونجا با پای آمدیم کل مردم آمد جنازه از اینجا در موتر ناوردن در پای آوردن در پای کل مکتب های کابل خدا از مکتب خود انداختن به اجازه و به اجازه بر آمدن که احمدزایی مردن. آخ داره میگه آقا، میگه دخترها مدارس دخترون بدونه که مدیر و معلم اجازه بده خودشون همه دخترها از در و دیوار مدرسه فرار کردن، فقط اومدن پشت ماشینی که پشت ماشین حالا یا اون نفراتی که جنازه احمدزایی رو داشتن حمل میکردن. اصلا قانون بی قانون شد اون روز توی افغانستان. دیدی قانون تعطیل شد، باقی فکرهای مردم اصلا فراموش شد. همه اون لحظه فقط احمدزایی رو تو ذهنشون داشت. میری پشت جنازه‌ش. مادر جنال هم دلتنگش میشین؟ آخ مگه میشه دلتنگش نشه؟ ای تیر غمت را دل عاشق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمانه. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. هر کس دل دارد اما هر کس دلدار نیست، آن نخل ناخلفه ذکر و زنا نبود زمانه بود. ما را زمانه گر شکست تو عارفی میشه. چی جا شد علامت افتاد؟ این شعر مسلم خود احمدزایی رو بچه وصیت کرده که بذار. عجب شعر قشنگ. اون دفعه میشم صدایش که میشنوید فکر میکنم که نمیال من میبینم اشناب. بر من هنوز هم جوان است، همون صدایش که هست هست. هیچ وقت پیر شدنی نیست، هیچ وقت صدای از این گل شدنی نیست. هیچ چیزها رو ما از دست دادیم در این مملکت. آخه احسن به این خانم با درک و شعور. این اینا واقعا بچا طرفدارای واقعی احمدزایی هستن، فقط به گفتار نیست، توی عمل هست. الان کدوم یکی از کسایی که میگه من طرفدار احمدزایی‌ام میره افغانستان سر مقبره احمدزایی نظر و نیاز میکنه؟ کی واقعا طرفدارای واقعی ایشون اینا هستن؟ خود ما قدر کسر وقت میفهمیم که از بین بره باز میفهمیم. در غیر زندگیش که از در قصهش نمیباشن. نکته دقیقا درستی که من همه توی ویدیو هم گفتم، تا موقعی که هستن ما قدر نمیدونم، همین که میرن ما تازه قدر میفهمیم. خورد بود کتی کلان بود، کتی پیر بود، کتی جوان بود. کمی غریبه بودید کرتی خود میکشید در جانش میکرد، پیسر تو به حساب میکشید که بر کسی کتش میبود. میگفت احمد ظاهر حساب کو پیسه تا. میگفت خدا که داده به حساب بده، من چرا حساب کنم؟
ببینید بچه ها، از من منش شخصیت احمدزار، مکتب احمدزار توی چند تا جمله قشنگ گفت. با بچه مثل بچه رفتار میکرد، با آدم عالم و عارف مثل عالم و عارف رفتار میکرد، با خوب خوب بود، با بد ولی باز خوب بود، اصلا خوب بود، میبخشید، اصلا به قرونه، به پول توی جیبش اصلا اهمیت نمیداد، میگفت آقا اونی که پول داده همین دوباره پول داره میده دیگه، دوباره میاره توی جیب من. اصلا درس اخلاق و معرفت بود بچه ها، درس مرا معرفت بود، الله که بعضی ها یاد نگرفتن هنوز، حتی از ریشه خود احمد ظاهرم باشن یاد نگرفتن مکتب احمد ظاهری، رفتار احمد ظاهری رو هنوز یاد نگرفتن کسی. عجیب خود چی شد؟ چون مادرت بی عذیتم نکن. حالا دوستان عزیز، سامقه که حالا ویدیو میاد لطفا لایک و کامنت رو الان بزنید، فراموش نکنید، خیلی ممنون میشم. ترانه ویدیوی پیشنهادی دارین حتما واسم کامنت کنید، میگیرم میخونم و واسه تون ریاکشن میریم و به اشتراک میگذاریم. پس لایک و کامنت فراموش نشید، سابسکرایب هم کنید لطفا، استوری هم که اگه کردین توی اینستا که ممنون میشم، و منم استوری شما رو اد استوری میکنم و تشکر را به جا میآورم. خب بریم ادامه. گم و تکف دیرم و گست ساکنم است، کس میخونه به او شیرنی که خود احمد ظاهر خوانده، هیچ کس خوانده نمیتونه. آف بخیر باشین، تشکر از شما، یک جان ممنون، زنده باشین. قشنگم بچه ها اشاره کرد، یعنی هر کسی هر چی خونده به شیرینی، به زیبایی و لطافت احمد ظاهر نتونست شعرهای احمد ظاهر ادا کنه، واقعا کارش عالی بود، اسطوره بوده. با خرد خرد بود، با کلان کلان بود، با درویش، با همه یکسان بود. دقیقاً همه خصوصیات احمد ظاهر همین پیرمرد گفت، با خرد خرد بود، با کلان کلان. این بچه ها راز زندگی همینه، اگه میخوای تو زندگیت موفق باشید، لطف خدا، نظر خدا به تو باشه، همین جوری باش، واقعا همین جوری باش، بی منت یه کاری کن، بی منت یه کمکی کن. یه طورنه که با هنر خود مینازید یاد، مثال فقیر انسان بود. از نزدیک دیده بودنش؟ بله، یه خود کم پا فامینید. خیلی بچه درس و مرام معرفت اینه که شما به خدا وصلی و نجات پیدا کنید، به قولی مثل این که سوار کشتی نوح بشی و نجات پیدا کنید، اینه که راه درویشی رو پیش بگیری، فقیر بشی، نداری، که در مرحله آخر میشی فنا فی الله، فنا در خدا میشی. بچه ها خور خواب و خشم و شهوت و بچه ها بیخیال بشین، روحتون رو بسازین، روحتون رو صیقل بدین. من شما رو بچه ها چون واقعا دوستتون دارم، شما هم لطف میکنین، ویدیوهای منو میبینین، من باعث افتخار منه که اندکی زمانی اینجا هستم در اختیار شما، که حالا شما ویدیوهای منو میبینید، نظراتتون رو واسه من مینویسین، منم میخونم، بار اطلاعاتی من افزوده میشه، حالا چه توی یوتیوب چه توی اینستا، با توی کامنت با هم دیگه حرف میزنیم، تبادل اطلاعات میکنیم، این بسیار من واقعا منو خوشحال میکنه، یعنی من چیزی جز این نمیخوام، وجود شما، سلامتی شما اینه، و اینی که هممون آقا یک کشتی هست، دوست دارم همه ما توی این کشتی جمع شیم و نجات پیدا کنیم، یعنی جدا از ریاکشن و این اتحادی که ما داریم برقرار میکنیم، اینی که بیشتر به سر اینه که یه سری اطلاعات هم رد و بدل کنیم که همه نجات پیدا کنیم، همه سوار کشتی نوح بشیم و نجات پیدا کنیم. بچه کنسرت میداد در وقت داوود خان، در وقت ظاهر شاه، کمپا در صحنه جشن، کمپا وزارت خانه های چیز می شد، کمپا، کمپ وزارت مالیه، کمپ وزارت داخله و کمپ وزارت مالیه. زره بچه ها بزنیم جلوتر ببینیم از خونه احمد ظاهر هم فیلم گرفته، کاش از خونه شمی گرفته. چرا خلوت بود بچه هایی کرد؟ من توقع داشتم مزار احمد ظاهر توی سالگرده وفاتش خیلی شلوغ در میشه. در شهر نو کابل هستیم، جایی که احمد ظاهر در اونجا زندگی میکرد و در اینجا کلبیش یا خانهش است، که فعلا متاسفانه آثاری از خانهشان باقی نمونده و تبدیل شده به کلبه، به یک جایی که مردم عزیز ما اینجا میان.
او پس خانه احمد ظاهر رو بچه‌ها مثل که یه جورایی گرفته، دولت انگار گرفتش، یعنی از حالت خونه ای درش اومده، شاید هم مثل حالت موزه به درست نشینی میکنن، یک رستوران طوری یک جای است و آهنگای زنده، موسیقی زنده اجرا میکنن. احمد ظاهر همیشه در کنار ما زنده خواهد بود و همیشه بچه‌ها الان داره میگه یه جایی است که آهنگاشو میذاره. پس اگه جو باشه ویدیو مال قبل از روی کار اومدن طالبان شد. طالبان خب خیلی مخالف آهنگ و موسیقی مخصوصا احمدزاده که اونم از اون که زدن منفجر کردن. حالا نمیدونم اینم به من بگید که الان توی دولت حال حاضر آزادی گذاشته واسه مردم که ترانه حالا هر خواننده‌ای که حالا حتی اون آریانا زیدی بخوام گوش بدن یا نه، این حتما به من چه صداش جاودان هست و همیشه و 42 سال پیش در سال 1350 اونم که ماشین قرمز تولدش در دره سالنگ کلبه احمدزاده کلبه احمد ظاهر. حالا بچه این اطلاعات به من بگید که اینجا دقیقا همون خونه احمد ظاهر بوده یا نه؟ به شکل مرموم انجام دادن و کسایی که باعث قتل احمد کلبه احمد ظاهر روحت شد. حتما باید بیام، حتما میام بچه‌ها. یجو ما باید دیدن معلوم نیست اینجا مثل مرقد پیامبر و امام بچه‌ها، اینا همه تبرکه. بوی احمد ظاهر آدار میگردیم به ای که مزایای در دیگه بذاریم داخلش هم گرفته شام میکنیم. در آخر تشکر از همه تون کتاب و حال بود اکی از داخلش نگرفته. خب کاش از داخل کلبه میگرفت. حیف متاسفانه از داخل کلبه نگرفت. خب بچه دوستان عزیز این بود از ویدیو امروز ما. خدا روح احمد ظاهر شاد کنه، خدا شماها رو حفظ کنه که واسه من نگه داری که دوستان من هستید. بسیار دوستتون دارم، عاشقتونم. کچی